سلام خدمت دوستان عزیز با درس ریاضی مهندسی در خدمت شما هستیم این درس از سری شب امتحانی هستش ببینید روی کرده این درس بر پایه حل سوالات امتحانیه توی این درس ما اصلا اثبات فرمول ها و قضیه ها رو نخواهیم داشت فقط و فقط مثلا اگر مبحث تبدیل فوریه رو داریم با هم دیگه کار میکنیم فقط حل سوال های امتحان رو توی این قسمت داریم در یه در حد یه دقیقه فرمول رو خدمتتون ارائه میدم ولی اینکه اثبات این فرمول از کجا آمده اصلا روی کرده این دوره بر پایه این نیست فقط حل سوالات امتحانی بریم یه معرفی از سرفصل درس و خدمتتون ارائه بدیم ببینید چهار فصل کلی هست که فصل اول در رابطه با آنالیز فوری است که خودش به سه تا زیر سری فوری، انتگرال فوری و تبدیل فوری در واقع تقسیم بندی میشه. ما تو فصل اول این سه تا رو با همدیگه کار میکنیم. حالا تبدیل فوری سینوسی داریم، مختلط داریم، کوسینوسی داریم، همینطور انتگرال فوری سینوسی، کوسینوسی، مختلط و سری فوری سینوسی، کوسینوسی و مختلط. اینها رو به تفصیل در موقع خودش خدمتتون فرمول ها و مباحث امتحانی، سوال های امتحانیش رو با همدیگه بررسی خواهیم کرد. توی فصل بعد میریم سراغ معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی. ببینید بچه ها درس معادلات دیفرانسیل. معادلات دیفرانسیلی که شما قبل از این درس خوندید پیشنیاز این فصله. ببینید نمیگم پیشنیاز این درس. پیشنیاز این فصل هستش چون اونجا شما توی معادلات دیفرانسیل یه معادلات تک متغیره داشتید شما اینجا معادلات توی این درس بحث معادلات دیفرانسیل جزئی دو متغیره حالا میتونه سه متغیره هم باشه یا بیشتر ولی اولویتمون با معادلات دیفرانسیل دو متغیر است یعنی شما مثلا دارید یو به اضافه یو ایکس ایکس حالا یه تابعی پس دو متغیر است مشتق هم نسبت به x هم نسبت به تی رو اینجا خواهیم داشت توی این فصل ما معادلات موج گرما اینها رو با هم دیگه بررسی خواهیم کرد فصل بعد میریم سراغ توابع مختلف یه تابعی اگر به شما دادن مثلا ای به توان z قسمت ریلش چی میشه ایمیجنریش چی میشه اگه یک معادله به شما دادن سینوس مثلا سینوس z شده دو z چیه خب توی دبیرستان به ما گفتن سینوس یک تابه نمیتونه از یک بیشتر باشه بله به شرط اینکه عدد حقیقی باشه الان توی این فصل میخوایم روی اعداد مختلط کار بکنیم پس میشه یه زده کامپلکسی پیدا کرد که سینوسش بشه دو و بعدا یاد میگیریم اینها رو چجوری باید حساب بکنیم قضایه کشی ریمن، مشتق، حد حتی انتگرال های ساده رو هم توی این بخش خدمتون معرفی کنیم توی فصل بعد میریم سراغ انتگرال های پیچیده قضیه مانده‌ها رو خدمتتون میگیم سری لوران چگونه به کمک سری لوران مانده ای یک رو حساب کنید مانده ای یک تابه که با R E S F Z نشونش بدیم تو محاسبه انتگرال‌ها در واقع انتگرال‌هایی که توی یک مسیر بسته هستن شما می‌تونید ازشون استفاده کنید هایی که قبلا تو در درس ریاضی یک بلد نبودیم مثلا f(x) ضبط در کسینوس a x حالا یا سینوس باشه یا انتگرال دی تتا ضبط در اف تتا اینها رو یاد میگیریم چگونه به کمک قضیه مانده ها و استفاده از توابع مختلف ما بخوایم این انتگرال ها رو حل بکنیم بسیار فصل مهمی هم هست این انتگرال گیری چون دو تا یا سه تا سوال هم هم توی پایان ترمتون داره و هم توی کنکور ارشد از این مبحث سوال طرح میشه خب توی این قسمت که مقدمه و معرفی سرفصل درس ریاضی یک بود چهار تا فصل کلی رو خدمتتون معرفی کردم ببینید رفرنسی هم که میتونم برای تمرینات بیشتر بهتون معرفی کنم این دوره خودش به اندازه کافی تمرین داره و شما میتونید از تمرین های همین برای آمادگی شب امتحانتون استفاده بکنید ولی برای دوستانی که میخوان کتاب دیگه ای رو داشته باشن و مثال های بیشتری رو حل بکنن میتونیم کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته آقای شیدفر هم به عنوان یه رفرنس فارسی رو ازش استفاده بکنیم